مسیر امروز ما آبشار سنگانه. آبشار سنگان بلندترین آبشار استان تهرانه و در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده. این آبشار گردشگران زیادی از جمله داخلی و خارجی رو جذب میکنه و یکی از مسیرهای مورد علاقه کوهنوردان تیمهای طبیعتگردیه. حدود 20 کیلومتری شمال غرب تهران و در دامنه های قلعه پهلوی‌نثار قرار داره. حدود نیم ساعت طول کشید تا رسیدیم به سنگان بالا. اول از میدان کوسار رد شدیم، بعد وارد روستای سولغان شدیم، بعد از اون وارد روستای سنگان شدیم، از محله سنگان پایین رد شدیم و با دیدن طبیعت بسیار زیبای سنگان وارد محله سنگان بالا شدیم. در انتهای مسیر رسیدیم به امامزاده قاسم، بعد از اونجا وارد راه خاکی شدیم که از اونجا تا آبشار سنگان حدود 4 کیلومتر راه بود. در ایام تعطیلات و پنجشنبه جمعه ها اینجا خیلی شلوغ میشه، یه مقدار سخته که جای پارک پیدا کنید و اینکه یه درب ورودی داره که توی ایام تعطیل و پنجشنبه جمعه ها میبندن و اجازه ورود از اونجا به بعد شما نداره. سوار موتور شده داره میره. چی شد؟ داری ریسک میکنی یا؟ بایست آروم آروم بایست ها خیلی چه کاریه؟ خیلی راحت تر بودم آن نه بابا آمد ترسنک بود خیلی وقت هست که ما تو زندگی دوست داریم به چیزای خیلی ایدئال برسیم و گاهی خیلی چیزای دست نیافتنی. انقدر غرق این افکار میشیم که دیگه یادمون میره الان چیزایی داریم که یه روزی آرزویی داشتن و اونا رو داشتیم، ولی الان دیگه بهشون اصلا فکر نمیکنیم. انقدر تو افکار خودمون گیر کردیم که یادمون رفته اصلا برای چی داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم. فراموش کردیم که زندگی بزرگترین و بهترین هدیه خودش رو به ما داده. اما بدون این که بدونیم داریم اونو از دست میدیم و بیهوده داریم خرجش میکنیم. آره، بهترین هدیه زندگی زمانه که ما اونو در اختیار داریم و یادمون میره که چجوری داریم این دارایی ارزشمند رو از دست میدیم بدون این که ازش درست استفاده کنیم. به نظر من ما فقط زمانهایی رو که برای خودمون وقت گذاشتیم زندگی کردیم. یه وقتهایی که یه چای برای خودمون میریزیم، اون وقتهایی که برای دل خودمون میریم اون چیزی که دوست داریم و میخریم، وقتهایی که میزنیم به جاده برای اینکه دلمون سفر میخواد، و هر زمانی که از این زمان برای خودمون استفاده کردیم رو ما زندگی میکنیم. حالا ببین چقدر این زمان کمه،
پس باید تو میشه برای خودمو خرجش کنی. خیلی باینده ای که معلوم نیست چی میشه، نباید دل ببندیم. پس چه بهتر تا دیر نشده به فکر خودمون باشیم. دنیا یه زندگی به ما بدهکاره که خودمون باید ازش بگیریم. داریم به نزدیکای آبشار میرسیم. اینجا هم یه گلبه هستش که جای خوبیه. بس همیشه اینجا به صبحونه رو بزنیم. یه مقدار دیگه بریم رسیدیم به آبشار. واقعا لذت بخشه. برای کسایی که جوونه میتونم تو نوازی کنه از ما که گذشته، ولی از کنم بیش واقعا مسیر قشنگیه. چه راهی اومدیم، طولانی همچنان ادامه داره. اینجا خیلی قشنگه، خیلی مثلا نگم اینجا اگه بهش نیست پس چیه؟ خب آقا، ما تا نصفه های مسیر اومدیم. بعد درجه سختی اینجا به نظرم خیلی زیاده. ده از ده. ده از ده. مخصوصا برای ما که زیاد کوهنوردی نمی کنیم. اصلا کوهنوردی نمی کنیم. چون یه مدت زیاد می رفتیم دیگه. ولی الان خیلی وقت کوهنوردی نکردیم. و اینکه خیلی شیب داره. دیگه هی مسیر به مسیر وای میستیم تو راه. یه ذره استراحت کنیم، این نفسمون میگیره. ولی خب کوهنوردایی هستن که ماشاءالله خیلی خوب مثل بنز میرن، یعنی آدم قطعه میخوره. سنمونم رفته بالا دیگه. آره دیگه. بالاخره کم کم داریم نزدیک آبشار میشیم. پوستمون که کنده شد. ایشون آبشار بزرگه است، ایشون هم فکرم این وره آبشار کوچیک است. خیلی راه سختی بود برامون، نفس هم گرفته، ولی خیلی قشنگه اینجا. یه مقدار ورزش کنید بعد بیاید اینجا. از قبل آمادگی های لازم رو داشته باشید، مثل ما نشید. شما رو اورژانس هم داشته باشید.
بهترین زمان برای رفتن به آبشار سنگان و لذت بردن از هواش، طبیعتش و زیباییش فصل بهار و پاییز هستش. در طول مسیر آبشار سنگان امکانات خاصی برای گردشگران تهیه نکردن. بهتره که وسایل مورد نیاز خودتون رو تهیه کنید و همراهتون داشته باشید. حتما کفش مناسب بپوشین، ضد آفتاب بزنید. و اینکه فکر نمی‌کنم نکته دیگه باشه که بخوام بگم. اگه نکته‌ای هستش که من نگفتم حتما برامون کامنت کنید. ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و این که ویدیو ما رو برای دوستانتون بفرستین. تا ویدیو بعدی، بدرود.